مردم عزیز، سلام و درود بر شما. در این برنامه بخشی از وقایع پیچیده بدخشان از سر یک مرور میکنیم. دیشب تا لحظه آخر که برنامه 1607 جمهوری پنجم در مورد وقایع بدخشان نشر میشد، در ولسوالی شهدا فاجعه رخ نداده بود. فاجعه کشتار 20 تن از رزمندگان مقاومتی. بعد از او ناگهان عکسهای مقاومتی ها نشر شد. ایره در یک برنامه جداگانه با بررسی و جزئیات تازه من خدمت شما ارائه خواهد کردم. تفنگدارای ناشناس یک کارمند ریاست استخبارات طالب در پروان تیرباران کرد. عرض شود که حملات بالای طالبا از مرکز تا ولایات آغاز شده، شدیدتر شده میره. با گذشت هر روز شکار طالبا افزایش پیدا میکنه. و این مسئله اگر تا 3 ماه دیگه یعنی شکار چریکی طالبا یعنی ادامه پیدا بکنه و می آهنگی که داره، ما شاهد تغییرات مهمی خواهد بودیم، هم در موضعگیری کشورهای منطقه و هم در موضعگیری سازمان ملل متحد و هم امریکا. تکرار فاجعه پنشیر در فنشیر و اندراب و خوست در بدخشان مشاهده شد. همونطوری که گفتیم پیچیدگی ها و لایه های داره که این در یک برنامه ویژه ما مطرح میکنم. اما قدر مسائلی که فعلا هست خدمت عرض میشه که درگیری در دره ساخهای ولسوالی بهارک هم صورت گرفته. بدخشان به عنوان یک بستر داغ و خطرناک به طالب در آمده و مولوی امان الدین او طالب خوناشام بدخشانی در این کشتارها دست داره. حتی گفته شد که اسیرها را به دست خود در سر و سینهشان تیرباران کرده و از این قبیل مسائل. اما گزارشاتی که ما داریم ایست که او 20 نفر از هوا زده شده به وسیله پهپاد، که خودش یک گپ دیگه است. و خب در هر حال در بدخشان جنگ های اخیر بین دو طرف بی سابقه بوده و به شکل همیتو غیر عادی شروع شده. هیچ کس گفته نمیتونه که کی با کی می جنگه. چرا؟ به خاطر از کجا کانون مفرزه ها ساله و 20 نفر به شمول فرمانده طاهر که تلف شدن، از زمین و هوا سر از این عملیات شده، دیسانت کردن هلیکوپترها و از این قبیل وسایل. و فصیح الدین هم خودش اونجا بوده در کوهای شهدا جنگ رهبری میکرده. در دره ساخا هم رقمی که جنگ جریان داره، در دیگه ساحات هم حال وضع بسیار حاد است و طالبا یک رنگ نیروهای تقویتی آورده میرن از دیگه جایا در ولایت بدخشان. بخشی از قوتها اضطراری را از پنشیر هم کشیدن بردن اونجا. در کل گزارش که از در قریه دوزختره ولسوالی شهدا 12 طالب کشته شده، 4 نفرشان هم زخمی شده، اینا هم تلفات دادن. در قندوز سمیع الحق نافذ فرزند ارباب هاشم، ای آدم مدیر سابق اداره مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی قندوز بود. ای با یک نفر از امرایش در یک هتل کشته شده. دیگه ای امو چیزیست که به اصطلاح داستان ازی که یک در افغانستان یک زندگی صلح‌آمیز است به گفته سفیرش روسیه، و خلیلزاد هم میگه که بسیار صلح‌آمیز است. ای صلح‌آمیز ها میبینیم که روزانه با تلفات طالبا و غیر طالبا، حالا این بار رقمش از 20 نفر میگذره. این تازه شروع کار است. خب بی جهت نیست که سازمان ملل متحد بعد از 2 سال میگه که اصطلاح طالبان اصلاح شده یک اشتباه بود. حال دیگه او جبران نمیشه چیزی که در 2 سال برای طالبان اینا انجام دادن. یکی از فرماندهان دیگه از مربوط جمعیت اسلامی از نزدیکان استاد عطا بوده به نام فیض الله عبیدی و ایرم ترور کردن در تخار و ترور دو طرف هست دیگه. جبهه آزادی
در پنشیروات خیرخانه یک در حوزه 11 عملیات را انجام داد، عملیات چریکی بالای طالبا. یک پاسگاه سالمترین آدم های به اصطلاح یک پاسگاه 7 نفره بود که جوان ها را پایان میکدن، کسایی را به نام نظامی های سابق میاردن، شکنجه میکدن. سر از او عملیات کردن، 4 نفر طالبا کشته شده، 6 نفرشان و شمول سردستهشان زخمی است. و این مهمترین عملیاتی بود که در کابل انجام شد بعد از عملیات باگرام. از سفیر روسیه یاد کردیم. این آدم میگه که طالبان تمام خاک کشور را تحت کنترل دارد. خب صحیح. باز یک گپ غلط دیگه میزنم، میگه که در مبارزه با داعش موفقیت های به دست آورده. این سفیر روسیه میگه. خب در کجا؟ در کدام تاریخ؟ ارقام آمارت کجاست؟ خب هیچ. سوال ما ایست که حمله بر سفارت روسیه که 2 دیپلمات روسی کشته شد موفقیت بود؟ خب دیگه گپی که سفیر روسیه میزنه یک رقم گپ دیپلمات دیگه. دیپلمات مامور معذور میباشن. میگه طالبا به هدف ریشکنی صنعت مواد مخدر برنامه های خود اعلان کردن. خب کدام برنامه؟ مگر طالب و صنعت مواد مخدر یک درو یک سکه نیست؟ ما خواهش دارم که کسایی که سفیر روسیه را میشناسن و این گزارش برش ترجمه میشه در امی رابطه گزارش های رسمی ایران را بخوانه، گزارش های رسمی روسیه را بخوانه، کشور خود و گزارش های رسمی دولت تاجیکستان را بخوانه که یک ذره مبالغه را کم بکنه. خب حالا میگه که طالبا در تلاش هستن تا یک زندگی مسالمت آمیز برقرار کنن. در طول این 2 سال اخیر زندگی برای کی مسالمت آمیز بوده؟ شما این فیلم ها ویدیوهایی که از زنان نشر میشه، از مردان نشر میشه، بدنهای تکه تکه شده و این قتل‌عام‌هایی که در 3 محل در افغانستان صورت گرفت، اینا زندگی مسالمت آمیز است از نظر شما؟ خب ایام با کنار، این رقم اظهارات از زبان سفیر روسیه ما نشنیده بودیم. خب البته نماینده های ایران هم تا چندی پیش مشابه به اظهارات سفیر روسیه سخنان می زدن، قضاوت هایی را می کردن، اما آلا نمی کنن. متوجه شدن که بس است، فصل اصلی ایران و طالبان تمام شد، مانده از روسیه. خب شاید اظهارات سفیر روسیه در رقابت با اظهار نظر رسمی دولت چین باشه که گفت طالبان یک دستاورد بزرگ تاریخی هستند، به دست آوردن. شاید دیپلمات ها یکیش از دیگه کوتاه نمیه، مقصد همیتو یک مجرایی میدن. موضوع دیگه که یادم مدرکت میگه طالبان تحت تحریم های سخت امریکا قرار دارن و اشاره میکنه به ذخایر ارزی و طلای افغانستان که در امریکا بلوکه شده. کدام تحریم های سخت؟ تحریم سخت ما او تحریمی رو میگیم که بر کره شمالی است، بر ایران است، بر روسیه است، بر کیوبا است. ما کدام تحریمی رو سر طالب ندیدیم. اگر منظور شما همون لست سیاه سازمان ملل متحد باشه، 139 نفر، او یک نام است، یک لست سیاه است، مثلا اینو در لست سیاه ملل. اما در عمل طالبا هیچ کدام تأثیری نداره. طالبا با سفیرهای کشورها، امو کشورهایی که تحریم کردن، با سفیرهایشان ملاقات میکنن، با نماینده سازمان ملل متحد دیدار میکنن، با دیپلمات های امریکا در دوحه قرار و مدار میگذارن، با سفیر، با وزیر خارجه ترکیه میره دیدار میکنن. این تحریم های سخت چی است؟ امی روسیه فعلی در قانون رسمیش طالبان به عنوان یک گروه دهشت افغان غیر قانونی تعریف شده. در قوانین نافذه فعلی روسیه
اینمی سفیر روسیه آیا قوانین کشور خود نقض نمیکنه در این گفتار خود؟ خب ایره وزارت خارجه روسیه میفهمند چی بکنن. نو به اصطلاح دیپلماسی فوت و فن فریب است دیگه. شاید ما گمان نمی کنم که سفیر روسیه اینی حرفای رو میزنه حتی خودش یقین داشته باشه، ما خو بیزو نداریم. کدام تحریم های سخت؟ ذخایر ارزی بلوکه شده در عرض 2 سال که اگر ما بگیریم به اندازه مو ذخایر ارزی بلوکه شده 8 میلیارد دلار از چند طرف و طالبا پول روان شده. خود بلوکه کردن اون مسئله یک کاربرد تبلیغاتی داره. خب نکته ایره که زده، گپ دیگه ایره که زده سفیر روسیه است که میگه که ما کمک های نظامی و سیاسی که به طالبان در زمان اشرف غنی کردیم کاملا درست بود. کجایش درست بود؟ اگر غنی دست نشانده امریکا بود، شما بهتر از ما میدانین که طالب مفرزه عملیاتی امریکاست. پول امریکا قطع شوه طالب وجود نداره. آقای سفیر میگه به تو نمیفهمی؟ میفهمی ای که شما با کمک نظامی به طالبا دادین او وقت یک جهت داشت که امریکا بالاخره مجبور شد به حضور نظامی خود در افغانستان خاتمه بده و این یک برد به روسیه بود، یک برد به ایران بود، برای چین بود واقعا. اما آل چطور این رقم سفید سازی میکنی از جنایات؟ درست است غربی ها تمایل بر حل بحران افغانستان ندارن، یعنی شما دارین. خب حل بحران از نظر شما پس امی حل طالبانی است که ما بفهمیم، مردم ما بفهمه، مردم ما بسیار زیاد از نظر ذهنی در یک سرگردانی و سرسام به سر میبرن. امیدوار هستم که روسیه با سرنوشت ایران دچار نشه در مواجهه با طالبان. خب به هر حال این گپای سفیر بود. بیایید ببینیم که وزیر دفاع روسیه چی میگه در باره. در کنفرانس امنیت جهانی مسکو سرگی شویگو گفت که طالب ناف تهدیدهای ایراس افغانی در افغانستان است. دبیر شورای امنیت ملی روسیه پاتریشوف عینی گپ میزنه، صاف و ساده میگه، میگه که یک گروه تروریست در افغانستان حاکم است، نمیگه آقای سفیر. خب پس خودت از روی چی گپ میزنی؟ ای که معلوم نیست که کی فریب میتین، کس فریب نمیخوره. شویگو میگه که چالش ها و تهدیدهای اصلی از داخل افغانستان به منطقه تا گسترش پیدا میکنه و این نفوذ سازمان های حراس افغان بین المللی است و خودت اینی تو یک کشور تروریسم دولتی را در حد یک دولت کاملا مشروع میری قلمداد میکنی. این صلاحیت خودت از کجا کردی؟ ما گمان نکنم که صلاحیت به تو وزارت خارجه روسیه هم داده باشه. ما خو هیچ، ما خو مردم افغانستان هستیم میفهمیم، اما حالا دیگه این طرف سفر که برای ما نشان بده ما پشت شمی خانیم از بس که زجر دیدیم و از بس که مثلا کرشمه و جلوه های متفاوت بازی ها را دیدیم. این بود مواردی که در این برنامه خدمت شما عرض شد. مسائل بدخشان هم بازم در یک برنامه ویژه دنبال میکنم. تا بعد.